بدون شک عوامل سیاه ارتجایی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در قرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد، در قبال این تعدل عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش از مهلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است، از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید. در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اعتلاء ملت ایران یاد کرده ام، نمیتوانم ناظر بیطرف در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم، زیرا پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفتم. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرد بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردن تا آن را از پایدار آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند.